فصل هشتم بعد از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا می گشت و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد. 12 حواری و عده‌ای از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشی‌ها رهایی یافته بودند با او همراه بودند. مریم معروف به مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون آمده بود. یونا همسر خوزا، مباشر هیرودیس و سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می‌کردند. وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در اطراف او جمع شد، مثلی زده گفت: برزگری برای بذر افشاندن بیرون رفت. وقتی بذر پاشید، مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقداری هم در میان سنگلاخ افتاد و پس از آن که رشد کرد، به علت فقدان رطوبت خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از بذرها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت: اگر گوش شنوا دارید بشنوید. شاگردان عیسی معنی این مثل را از او پرسیدند. فرمود: درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیگران در قالب مثل بیان می شود. تا نگاه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزی نفهمند. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خدا است. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس ابلیس می آید و کلام را از دلهایشان می رو باید، مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی می مانند که وقتی کلام را می شنوند، با شادی می پذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمی دواند. مدت ایمان دارند، اما در وقت آزمایش های سخت از میدان به در می روند. دانه هایی که در میان خارها افتادند، بر کسانی دلالت می کند که کلام خدا را می شنوند، اما با گذشت زمان نگرانی های دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمری نمی آورند. اما دانه هایی که در خاک خوب افتادن بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک می شنوند و آن را نگه می دارند و با پشت کار ثمرات فراوان به بار می آورند. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بگذارد. برعکس آن را روی چراغ پایه می گذارد تا هر که وارد شود نور آن را ببیند. زیرا هر آنچه پنهان باشد آشکار می شود و هر چه زیر سرپوش باشد نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته می شود. پس مواظب باشید که چطور می شنوید، زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد، حتی آنچه را که به گمان خود دارد از دست خواهد داد. مادر و برادران عیسی به سراغ او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او برسند. به او گفتند: مادر و برادرانت بیرون ایستادند و می خواهند تو را ببینند. عیسی پاسخ داد: مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را میشنوند و آن را به جا میآورند. در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار قایق شد و با آنان فرمود: به طرف دیگر دریا برویم. آنها به راه افتادند و وقتی قایق در حرکت بود، عیسی به خواب رفت. در این وقت طوفان سختی در دریا پدید آمد. آب قایق را پر می ساخت و آنان در خطر بزرگی افتاده بودند. پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند: ای استاد، ای استاد، چیزی نمانده که ما از بین برویم. او از خواب برخاست و با تندی به باد و آبهای طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. از آنان پرسید: ایمانتان کجاست؟
آنان با حالت ترس و تعجب به یکدیگر می گفتند، این مرد کیست که به باد و آب فرمان می دهد و آنها از او اطاعت می کنند؟ به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل استان جلیل است به خشکی رسیدن. همین که عیسی قدم به ساحل گذاشت، با مردی از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار دیوها بود. مدت مدیدی نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه زندگی کرده بود، بلکه در میان مقبره‌ها به سر می برد. به محض اینکه عیسی را دید، فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت، ای عیسی، پسر خدای متعال، از من چه می خواهی؟ از تو التماس می کنم، مرا عذاب نده. زیرا عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن دیو بارها بر او حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده‌ها محکم نگاه داشته بودند. اما هر بار زنجیرها را پاره می کرد و آن دیو او را به بیابانها می کشانید. و این به آن سبب بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرستد. از قضا در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تپه می چریدند و دیوها از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوکها بروند. عیسی با آنها اجازه داد. دیوها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوکها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد. خوکبانان آنچرا که واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند. مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش عیسی رسیدند، مردی را که دیوها از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و هراسان شدند. شاهدان واقعه برای آنان شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. عیسی از او پرسید، اسم تو چیست؟ جواب داد، لژیون. بعد تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود، زیرا بسیار هراسان بودند. بنابراین عیسی سوار قایق شد و به طرف دیگر دریا بازگشت. مردی که دیوها از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت، به خانه‌ات برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام داده است نقل کن. آن مرد به شهر رفت و آنچه را که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد. هنگامی که عیسی به طرف دیگر دریا بازگشت، مردم با گرمی از او استقبال کردند، زیرا همه در انتظار او بودند. در این وقت مردی که اسمش یایروس بود و سرپرستی کنیسه را به عهده داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانه‌اش برود، زیرا دختر یگانه‌اش که تقریباً 12 ساله بود در آستانه مرگ قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود، مردم از هر طرف به او فشار می‌آوردند. در میان مردم زنی دیده می‌شد که مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سر آمد و قبای عیسی را لمس کرد و فوراً خونریزی او بند آمد. عیسی پرسید، کی به من دست زد؟ همگی انکار کردند و پتروس گفت، ای استاد، مردم تو را احاطه کردند و به تو فشار می آورند. اما عیسی فرمود، کسی به من دست زد چون احساس کردم نیرویی از من صادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است، با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود، دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. هنوز گرم صحبت بودند که مردی با این پیغام از خانه سرپرست کنیسه آمد، دخترت مرد،
بیش از این استاد را زحمت نده. وقتی عیسی این را شنید، به یایروس فرمود، نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد. هنگام ورود به خانه، اجازه نداد کسی جز پتروس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود. همه برای آن دختر اشک می‌ریختند و عزاداری می‌کردند. عیسی فرمود، دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است. آنان فقط به او نیشخند می‌زدند چون خوب می‌دانستند که او مرده است. اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت، ای دخترک، برخیز. روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند. والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیسی با تأکید از آنان خواست که ماجرا را به کسی نگویند.